سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم عالی باشید. رسیدم در خدمتتونم با این ویدیو. بریم سراغ امروز پنجشنبه و ششمین سالگرد نسخه موبایل و کمپین‌ها و جواز هیجان انگیزی که کنامی ازشون صحبت کرده بود و بریم با هم دیگه ببینیم که چه جوری هستن. حتما پس از اون پایین لایک رو بزنید. واسه ویدیو قبلی که لایکاش حسابی ترکوندید، این ویدیو هم لایکاشو جر بدید حسابی. بریم سراغ ویدیو. بریم اول سراغ شانس‌های رایگانی که امروز به همه کاربرا داد کنامی بعد از اینکه وارد بازی شدیم. این شانس‌های رایگان رو دریافت کردیم. یه شانس رایگان داریم از باره پی تو دبلیو، یه شانس رایگان داریم از کمپین قهرمانی ناپولی که حالا جلوتر به این کمپین میرسیم. کارت شوتام برونو فرناندز رو به مناسبت 6 سالگرد نسخه موبایل به همه کاربرا داده و همینطور در کنار این ستا هم یه دونه شانس رایگان داریم از باره شوتام گیم چنجینگ پاس. خب بریم اول سراغ گرفتن کارت شوتام رایگان برونو فرناندز که نیمار رو قبل تناممون داده بود و اینم از کارت شو تایم برونو فرناندز که دریافتش کردیم و شما البته خودتون میتونید دریافتش بکنید. خب این از شو تایم برونو فرناندز. ببینید که پلینگ سال فکر کنم هول پلیر باشه. بله، پلینگ سال هول پلیر برای کارت شو تایم رایگان برونو فرناندز و این سه تا شانس رایگان هم دریافت بکنیم. جشن ششمین سالگرد نسخه موبایل رو داریم و ببینیم که کنامی چه جوایزی رو برای این قسمت در نظر گرفته. خب بیام از همون اول شروع کنیم. کارت شو تایم رایگان برونو فرناندز که به همه کاربرا دادش کنامی، فقط کافیه که شما بیاید و وارد بازی بشید و این کارت رایگان برونو فرناندز رو دریافتش بکنید. بریم سراغ قسمت بعدی. لاگین پرزنت 2 هستش. ما به مدت 3 هفته داخل این جشن ششمین سالگرد نسخه موبایل هستیم، این هفته و 2 هفته بعدش که قرار ما از باکسراب‌هایی که به بازی اضافه میشن شانس رایگان داشته باشیم. این هفته یه دونه شانس رایگان داشتیم از باره شوتام که من دریافتش کردم. هفته بعد و هفته بعدش هم قراره که شانس رایگان داشته باشیم از باره‌های باکسرابی که قرار اضافه بشن که خودش تو سایتش هم اعلام کرده که قرار چی اضافه بشه. هفته بعد آرسنال، هفته بعدش هم بارسلونا قرار اضافه بشن و از اونها ما شانس رایگان داریم. بریم سراغ قسمت بعدی. اسپشال لاگین بونوس هستش که دارید اینجا ملاحظهش میکنید و اینم به مدت 3 هفته ما داریم توی بازی. جواز کلی که شما میتونید از این لاگین بونوس دریافت بکنید اینجا دارید ملاحظه میکنید که در مجموع این 3 هفته ما میتونیم 330,000 جی پی، 300 تا کوین و 3 تا شانس رایگان از قاره پی دبلیو دریافت بکنیم. یعنی هر هفته ما روز اول یه دونه شانس رایگان قاره پی دبلیو داریم، 110 کا جی پی داریم و 100 سکه به صورت هفتگی ما میتونیم دریافت بکنیم که در مجموع حساب بکنید این مقدار جواز میشه. اینجا هم جایزه‌هایی هستش که مربوط میشن به کمپین ابجکتیو که الان میریم سراغ این قسمت. فقط کافیه که وارد قسمت میژن بشم. قسمت ابجکتیو اینجا همونطور که ملاحظه می‌کنید یه بخش جدیدی اضافه شده که ششمین سالگرد نسخه موبایل هستش و اگر بریم وارد این قسمت بشیم همونطور می‌بینید شما باید با استفاده از برونو فرناندز برید و تو این ماموریت‌ها شرکت بکنید. حالا برید تو قسمت تور ایونت و اونجا برد کسب بکنید و تعداد بردی که کسب باید بکنید 6 تا برد هستش که تو قسمت تور ایونت باید کسبشون بکنید و برونو فرناندز هم باید تو ترکیبتون باشه در واقع. و قسمت بعدی هم که چالش ایونت هستش که بازم میتونید قسمت رو انجام بدید و 3 تا برد کسب کنید، جوازشو بگیرید و در نهایت هم ای فوتبال لیگو داریم که در واقع شما فقط کافیه که برید و اونجا گلزنی بکنید، در مجموع 10 تا گل بزنید و این جوازشو دریافت کنید. وقتی که این 3 تا مأموریت رو انجام دادید حالا میتونید 120 تا کوین دیگه هم از این قسمت بگیرید. فقط با تکمیل کردن این مأموریتایی که اینجا دارید ملاحظه میکنید میتونید این 120 تا کوین هم از این قسمت بگیرید. تو این قسمت هم به جوایزی که ما میتونیم از چالش ایونت و تور ایونت بگیریم اشاره کردی که حالا چیز زیاد خاصی هم نیستن چون هر هفته ما پنجشنبه و دوشنبه ها ایونت جدید داریم که به بازی اضافه میشه و حالا میتونیم این کویناشو بگیریم. فقط نکته‌ای که در مورد این ششمین سالگرد نسخه موبایل وجود داره اینه که جوایز EXP 3 برابر شده و الان شما اگر برید تور ایونت و چالش ایونت اینا رو انجام بدید میتونید 3 برابر EXP دریافت بکنید. یه قسمت دیگه ما داریم توی بازی و اونم به مناسبت ششمین سالگرد نسخه موبایل که تحت عنوان گل راش اسمش رو گذاشته و فقط کافیه که برید و گلزنی بکنید توی بازی و از همه کاربرا کنامی خواسته که برن گلزنی میکنن تو این باز زمانی که اینجا مشخص کرده. یعنی از امروز تا 3 هفته دیگه شما فقط کافیه که برید و گلزنی بکنید و به ازای گلی که زده بشه کلا توسط همه کاربرا این جواز رو کنامی در نظر گرفته. اگر 60 میلیون گل زده بشه 20 تا کوین میده، 200 میلیون گل یه دونه تیکت 5 ستاره بازیکن میده، 400 میلیون گل 60 تا کوین میده و اگه در مجموع بتونن 1 میلیارد گل به ثمر برسونن همه کاربرا توی مدت 3 هفته ما همه این جوازشو میتونیم بگیریم که در مجموع میشن 180 تا کوین که واقعا چیز دور از ذهنی هم نیستش. خب کاربر خیلی زیادی هستن تو سرتاسر دنیا که دارن این فوتبال رو بازی میکنن و نفری هم چند تا گل حالا بزنه هم بی مقدار میرسیم و این جوازا میتونیم دریافت بکنیم و اگر به این مقدار رسیدیدم مهلت تحویل جوازش هم اینجا اومده اشاره کرده که وقتی که این پریود تمام بشه، 3 هفته بعد که تمام شد هشتم ماه میلادی بعدی تا 22 اون ماه قراره که این جوایز به حساب ما واریز بشه. بریم سراغ کمپین ویژه قهرمانی تیم ناپولی توی سری آ ایتالیا که ما میتونیم در مجموع 3 تا شانس رایگان رو دریافت بکنیم که شانس رایگان اولی رو امروز بعد از اینکه شما وارد بازی شدید به همه کاربرا داده، میمونه 2 تا شانس رایگان دیگه که با تکمیل کردن ایونتش ما میتونیم اینا رو دریافتشون بکنیم. فقط کافیه که شما وارد این قسمت بشید، این قسمت مچی که این کنار هستش اینو بزنید و این قسمت همونطور که می‌بینید ایونت جدید اضافه شده، ایونت قهرمانی ناپولی هستش توی لیگ ایتالیا که میتونی با تکمیل کردن این ایونت 2 تا شانس رایگان دیگه هم دریافت بکنی. خیلی راحت هم هست، ایونت آفلاین هستش و یه قسمت اینجا هست و یه قسمت اینجا هست، 2 تا برد کسب بکنید ایونت هم تمام میکنید و 2 تا شانس رایگان دیگه هم میگیرید. به مناسبت این 6 سالگرد نسخه موبایل ما تخفیف ویژه تو خرید کن هم داریم که حالا به قیمت کمتری ما میتونیم کن رو خریداری بکنیم که 350 تا کن مثلا شده 1 دلار، 840 تا کن شده تقریبا 4 دلار و 3400 تا کن مثلا شده 15 دلار که قیمتشون خوب کمتر شده و حالا میتونید اینا رو خریداری بکنید. ایونت های جدید هم که امروز به بازی اضافه شدن ایونت های ورلد کلاب هستن که حالا تور ایونت و چالش ایونتش به بازی اضافه شدن و همونطور که می‌بینید اون گوشه دایری رو داریم که 6 سالگرد نسخه موبایل توش نوشته و EXP ضرب 3 خورده که اگه شما برید این ایونت ها رو انجام بدید اون EXP که در حالت معمول می‌گرفتید قرار ضرب 3 بشه و EXP خیلی بیشتری دریافت بکنید که حالا تور ایونتش رو داریم که می‌تونید با تکمیل کردن این شانس رایگان بگیریم از قرعه PW که ما این هفته و حالا هفته‌های بعدی ما میتونیم 2 تا شانس رایگان داشته باشیم از قرعه PW که این ایونتاشو انجام بدیم و یکی هم از قسمت لاگین بونوس ما میتونیم پس 2 تا شانس رایگان داشته باشیم از قرعه PW و همینطور چالش ایونتش هم اینجا اضافه شده که ما میتونیم 50 تا ریفرال کوین رو دریافت بکنیم و همونطور که اینجا ملاحظه می‌کنید آن لیمیتد هستش و محدودیتی برای این قسمت وجود نداره، شما میتونید از کل تیمتون بیاد و تو این قسمت استفاده بکنید. بریم سراغ شاپ بازی و بریم که چه تغییراتی رو ما توی این قسمت داشتیم که فقط 2 تغییر رو ما توی شاپ بازی داشتیم که همین تخفیف خرید سکه هستش که خدمتتون گفتم و یکی هم اگر وارد قسمت efootball پوینت بشم قسمت پلیرز یه بازیکن جدید به این قسمت اضافه شده، بازیکنی از تیم آرسنال لژندری پرس که هزینه‌اش 5000 تا efootball پوینت هستش که خودش پوینت‌های خودش رو با خودش آورده توی بازی. اگر شما تو همون منو اصلی برید و نگاه بکنید یه بنر اینجا وجود داره که ما میتونیم 5000 تا ایفل پوینت رایگان از این قسمت بگیریم و یه جورایی این بازیکن رو به صورت رایگان حالا دریافتش بکنیم. برای دریافت 5000 تا ایفل پوینت رایگان هم فقط کافیه که روی این قسمت بزنید و اینجا روی این لینک میزنید و وارد سایت میشید، لاگین میزنید و 5000 تا ایفل پوینت خودتون رو دریافتش میکنید. بریم سراغ پک‌های جدیدی که امروز بازی اضافه شدن. پک هایلایت داریم از تیم ناپولی که مربوط میشه به همون کمپین ویژه قهرمان ناپولی که حالا شانس رایگانی به ما میده که ما میتونیم از این قسمت بازیکن بگیریم. پک شو تایم گیم چنجینگ باز هم امروز بازی اضافه شده، یه دونه شانس رایگان هم از این قسمت به هممون داده. پک اپیک کاپیتان بزرگ آلمان هم دوباره به بازی اضافه شده با حضور کارمنس رومینیگه و اینورم که پک اپیک داریم از بازیکن ژاپنی و پک PW این هفته که یه دونه شانس رایگان هم به هممون دوباره از این قسمت هم داده. اول بریم سراغ شانس‌های رایگانی که کنامی به هممون داده و اینا رو با هم دیگه بزنیم ببینیم که بازیکن خوبی رو میتونم بگیرم یا نه. از قرعه هایلایت تیم ناپولی شروع میکنم که 5 تا بازیکنی که تو این قرعه حضور دارن در واقع کوراسخلیا، اوسیمن، مرت، دی لورنزو و لوبوتکا هستن که یه دونه شانس رایگان داریم و اون ایونتش هم اگه انجام بدیم 2 تا شانس رایگان دیگه هم میگیریم. پس در مجموع ما میتونیم از این قرعه 3 تا بازیکن رو رایگان دریاریم. ببینیم که بازیکن اول بهمون کیو میده. بریم اول سراغ شانس رایگانی که داده 3 2 1. بریم. امیدوارم که اوسیمن یا کوراسخلیا باشه، یکی از این دوتا اگه باشه خیلی خوب میشه واسه شانس رایگان اول. بریم ببینیم که چی میشه. حالا که لیگ معلومه دیگه، لیگ ایتالیا، بازیکن 5 ستاره است. ببینیم که اوسیمن رو میتونم بگیرم. بازیکن کیه؟ بازیکن شماره 22 فکر کنم دی لورنزو یا لوبوتکا باشه که دی لورنزو بازیکن اولی که من از این پک گرفتمش RB هستش. حالا 2 تا شانس رایگان دیگه هم داریم که اونا رو هم ساین میکنم حالا جلوتر واسه خودم. بریم سراغ قرعه شو تایم با حضور کارت‌هایی که اینجا وجود دارن، این بلینگام و راتی و تونی کروس. بریم سراغ شانس رایگانی که به هممون داده ببینیم که چی میشه. اگه بهم تونی کروس رو بده خیلی عالی میشه. ارکستریتر تونی کروس. من که تا حالا با شانس رایگان نتونستم بازیکن بگیرم. اگه شما تونستید از این قرعه‌های باکسر حالا اپیکی شو تایم چیزی بازیکن بگیرید، اونم با شانس رایگان حتما بگید تو قسمت کامنت‌ها که خوش شانس‌ها رو ما بشناسیم کیا هستن. بریم سراغ شانس رایگان ببینیم چی میشه. فکر نکنم چیزی بشه البته کار و بله من نباید چشم آب میخوره از این قرعه‌ای که رایگان بهم میده. خب حداقل یه بازیکن 5 ستاره که نه بازیکن 4 ستاره از قرعه شوتام گرفتیم، یه دونه شانس رایگان دیگه هم از قرعه PW مونده که اینم با هم دیگه بزنیم. ببینید از قرعه پی دبلیو میتونم کدوم بازیکن رو بگیرم که حالا بازیکن مختلفی هم اینجا هستن، 11 تا بازیکنی که وجود دارن و بریم اون دیگه ببینیم اگه نت یاری بکنه. البته خب امیدوارم بتونم گنبری رو از این قرعه در بیارم. بریم سراغ این شانس رایگان ببینیم چی میشه. ای بابا چقدر ضعیف شد نت. خب بریم این شانس رایگان رو با هم دیگه بزنیم. 3 2 1. امیدوارم که گنبری رو بتونم از این شانس رایگان در بیارم، ببینیم چی میشه. گنبری رو میتونم بگیرم یا نه؟ کدوم لیگ میرسم؟ بریم ببینیم چی میشه. ببینیم چی میشه. از چی بود اصلا؟ بازیکن 5 ستاره هرچی از بازیکن 5 ستاره از ببینیم که چی میشه. بازیکن شماره 10 فکر کنم از لیگ برزیل باشه. اصلا من نمیدونم کی هستش، یعنی میشناسیمش یا نه. خب گانسو بازیکن 5 ستاره ام اف. اینم چجوری این بازیکن که بهمون انداخته کلاسیک نمبر 10 و آماری که برای گانسو وجود خیلی پاسینگ خفنی هم داره، لوپاس لوفسد خیلی خوبی داره این بازیکن. بریم سراغ دو تا قرعه‌ای که امروز بازی اضافه شدن، قرعه شوتایم گیم چنجینگ پاس و همینطور قرعه پیک کاپیتان بزرگ آلمان. اول شروع می‌کنیم از قرعه شوتایم گیم چنجینگ پاس با حضور بلینگام، مارکو براتی و تونی کروس که بلینگام با اوورال 100 رو ما تو این قسمت داریم و مارکو براتی و تونی کروس میتونن اوورال 98 برسن. جود بلینگام 19 ساله با اوورال بوست شده 100، بلینگ سالی که به صورت باکس تو باکس. بریم سراغ آمارش که بال کنترل 92 داره، دریبلینگ 82 و تات پوزیشن 88 که خوبن، پاسینگش هم خیلی خوبه، لوپاس 94 داره و لوفتد 90 و از اون طرف هم اسپید مناسبی داره 89 در کنار کیکینگ باوری که 86 و استامینای هم که 91 هستش. و بریم سراغ اسکیلایی که براش وجود داره. توی اسکیلاش دبل تاچ هم هستش که واقعا خیلی میتونه عالی باشه برای جود بلینگام. تونی کروز 32 ساله و پلنگ سال اورچستریتر. بریم سراغ آمارش که آمار پاسینگ خیلی بی‌نظیره داره، همونطور که می‌بینید بال کنترل 97 که خیلی عالیه، دریبلینگ 82، دات پوزیشن 85 و لو پاس و لوفتد پاس جفتشون 99 هن. خیلی پاسینگ فوق‌العاده‌ای داره و از اون طرف هم یکی اینکه باور 90 و کنامی براش در نظر گرفته و استامینام که 80 برای تونی کروز و کرل مناسبی هم داره 80، پس میتونید باهاش از پشت هافته شوت خوبی هم بزنید. مهارت پاسینگ هم که براش در نظر گرفته کنامی ترو پاسینگو داره، پینپون کراس براش وجود داره، وان تاچ پاس داره و اون مهارت خاص و ویژه حالا گیم چنجینگ پاس هم برای این بازیکن‌ها مطرح هستش و در کنار اون هم مهارت شوت‌زنی مثل لانگ شوتینگ و چه میدونم رایزینگ شوت و اینا هم برای تونی کروس هست. مارکو وراتی با اوورال بوست شده 98، اورچستریتر دیگریه که ما تو این پکیج داریم و آمارش خیلی آمار خفنی هستن، همونطور که می‌بینید آمار بال کنترل 96، دریبلینگ 91، دات پوزیشن 94 و اینم مثل تونی کروس هم لو پاس و هم لوفتد پاس جفتشون 99 که خیلی عالی میتونه پاس بده و در کنار اینا هم همونطور که می‌بینید آمار دفاعی خوبی هم داره، دیفنسیو اورنس 80 داره، انگیجمنت 83، تکلینگ 86 و اگریگیشن 89. آمار دفاعیش هم همشون بالای 80 که واقعا خیلی عالی هستش برای بازیکنی داره پاس سی ام اف بازی میکنه با این آمار خفنی که توی پاس و کنترل توپ و دریبل اینا داره. باکس اپیک کاپیتان بزرگ آلمان دوباره به بازی اضافه شده و سه تا بازیکنی که تو این پک ما داریم، ماتیوس رو داریم، بکنبایر و رومینیگه رو داریم که ماتیوسی که تو این پک هستش میتونه به اوورال 101 خودش رو برسونه و بکنبایر و کالهانس هم میتونن به اوورال 100 برسن. بریم سراغ کالانس رومینیگه 27 ساله گلپوچر با اوورال بوست شده 100. با آمارشو بررسی بکنیم. آفنسیو اورنس 91 داره، خیلی عالیه، بال کنترل 88، دریبلینگ 91 داره، دات پوزیشن 92 داره، تو پست سی اف بازی میکنه، تو پست اس اس بازی میکنه ولی آمار دریبل و کنترل توپ فوق‌العاده‌ای رو داره. از اون طرف هم یه فینیشینگ 88 براش در نظر گرفته و کیکینگ باوری هم که 85 و اسپید و اکسلریشن مناسبی هم داره 92 که واقعا نظر خیلی آمار خوبی داره کالانس رومینیگه و توی مهارتاش هم مهارت محبوب من این دبل تاچ هم هستش. کارت بیگ تام ماتیوس با اوورال بوست شده 101، پلنگ سالی که به صورت باکس تو باکس. بریم سراغ آمارش که بال کنترل 91 داره، دریبلینگ 80 داره، دات پوزیشن 85 داره، لو پاس 92 و لوفتد 93 داره که تو پاسینگ خیلی عالی هستش و کیکینگ پاوری که 97 مثل موشک میتونه شوت بزنه و همینطور استامینام هم که 96 قشنگ تا آخر بازی شما رو میتونه یاری بکنه و اینم از اسکیلایی که برای ماتیوس وجود داره که توشون رایزینگ شوت و مهارت دیگه مثل شوت زدن، فرست تایم شوت هم براش وجود داره. روز دوشنبه هم قراره که دو تا پک جدید بازی اضافه بشه، لیگ سلکشن لیگ اسپانیا در کنار کلاب سلکشن تیم بارسلونا قراره که روز دوشنبه به بازی اضافه بشن. خب بچه‌ها اینم از این ویدیو، امیدوارم که لذت برده باشید و امیدوارم که چیزی از قلم نیافتاده باشه. اتفاقاتی که امروز افتاده بودن توی بازی رو با هم دیگه تقریبا کامل بررسی کردیم. اگه خوشتون اومد از ویدیو حتما لایکش رو بزنید و کانال رو اگر هنوز سابسکرایب ندارید حتما ساب بکنید، زنگوله کنارش هم بذارید. مخلصتونم تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.